قسمت بعدی حالا merge into a signal opening if distance between adjust opening کمتر از مثلا چقدر باشه h4 باشه. یه موقع شما opening هایی داری که کنار همدیگه باز میشه، به عنوان مثال فاصله شون کمتره، مثلا شما فاصله رو اونجا 3 سانتی متر گرفتید، بعد یه داک دایری هم اینجا دارید، خب این h چقدر باشه بین این دوتا؟ اینو میتونید مثلا حداقل حالا گذاشته کمتر از چقدر باشه دیگه، کمتر از 100 در نظر بگیر، یا میتونید 200 بذاره، کمتر از 200 در نظر بگیر. خب اینجا میتونید نگاه کنید یکی یکی بخونید و ببینید به چه صورنده، چون پارامترها و آیتماش خیلی زیاده. حالا ونتیلیشن با چه موقع حالا ابریویشن نشون داده بشه، V مثلا پایپینگ، HP پلامبینگ، P اسپرینکلر، S و الکتریکال، E. خب این از این. حالا ببینید مقادیر رو عوض کردیم برای همه تحقیق کرد، اونایی که تحقیق دادیم. خب این سیتینگ بود. سایز رنج هم داریم برای ونتیلیشن، درینینگ و کیبل تری. حالا سینی کابلمون ونتیلیشن پلیس این های پوزیشن، آیدی رو دارید، کدش چیه، مثلا توضیحاتی که وجود داره اینجا میدید. بعد اینجا میتونید لیمیت، حالا مقادیری که هست برای دایره و مستطیلی، آفست چقدر باشه، دیامتر مثلا قطر موسی 115، آفست نصف، آفست برای حالتی که دایره ای یا از قسمت پایین اون، آفست بیلو فاصله پایین به صورت دایره ای چقدر باشه. اینجا میتونید مشخص کنید، ادو بزنید دیامتر آفست چقدر باشه. یه موقع هست شما میاد مثلا میگید برای قطر 4 اینچ هم اون آفست رو 20 بگیر، برای قطر 6 اینچ هم آفست رو چون ممکنه ضخامت عایق بیشتر بشه مثلا 40 در نظر بگیر. اینجا میتونید مشخص کنید دیگه، اینها دیده حالا طراحی هم میخواد، دیده حالا به دیده اجرایی، دیده طراحی هم میخواد که اینا رو در نظر بگیرید. مثلا برای مستطیلی هم همینطور، ادو بزنید عرض ارتفاع، مثلا بگید دایره داک دارم 200 در 200، offset around offset about، این فاصله نسبت به اطراف میشه دیگه، نسبت به اطراف همون h4 میشه، offset about بالا چقدر باشه. اینا رو میتونید مشخص کنید. شما کرسر رو میزنم، این رو هم برای سینیکاب دارید، برای درینینگ هم دارید. فقط این پلاگین چون ابزارات زیاده یکم حوصله باید داشته باشید و وقت بذارید، چون الان ما داریم در واقع یه سری تنظیمات رو هم انجام میدیم که در نهایت یک دیتا ست داشته باشیم. خب قسمت پروداکت آفست اینجا دوباره کلیک میکنم، اس توضیح آفست سیکل آفست اراوند پروداکت. حالا ممکنه شما یک موقع بیاید و یک پروداکت، یک تجهیز داشته باشید، offset around product depth چقدر باشه، برای حالت این حالت دایره‌ای باشه مثلا اون محصول، به جز حالا بحث پایپینگ باشه، ventilation باشه، مورد دیگه باشه غیر از اونها. خب اوکی رو میزنم، product offset، اینا دیگه هم تکراریه دیگه. این تنظیمات مربوط به اینجا میشه. پس ابتدا میاد اینجا تنظیمات رو انجام میدید، بعد از اینکه تنظیمات رو انجام دادید مرحله بعد میرید این قسمت، tab magicat common provision for حالا builder work opening automatic. خب current view من سلکت، این دیگه حالا پیشورزش هستی، ببینید روی قبلی قرار داره. حالا لازم بود حتما برگردم بگم که از اونجا شروع کنید بعد اینجا، اوکی رو میزنم، دوباره همین کار تکرارش. یه 45 مورد رو داره میزنه، create provision for building opening اینش. حتی موقعیت رو هم نوشته لوکیشنش کجا قرار داره، یکی یکی کلیک میکنیم با هم ببینیم.
بیش. خب کلود رو میزن. اوپنینگ ها ایجاز شد. خب یه نکته داریم، ببینید اینجا تماسمون کامل نیست. اگر تماسمون مثل این قسمت کامل بود قطعا برای ما اوپنینگ رو میزد، ولی اینجا اوپنینگ نداریم. اینم از این قسمت. خب این مرحله هم طی کردیم. مرحله بعد میریم قسمت add-ins، همون پلاگینی که نصب کردیم، میریم سراغ پلاگین manage opening. ببین خودش داره میگرده پیدا میکنه، لیست میکنه اینجا. ببینش کنسل دست میزنم قسمت سیتینگ. خب حالا قبل از که وارد قسمت سیتینگ بشیم، اینجا حالا حتی به صورت کلی تنظیم شده. اینجا حالا اومده گفته کانفیگوریشن فایلش رو از کجا میخونه، حالا کاری با این نداریم. اون چیزی که برای ما مهم هست منیج اوپنینگ و ایمپورت تکلا ریپورت هست. یک موقع شما از فایل تکلا میخوای وارد کنید XSR با این فرمت، گزارش از وجود دارید برای اوپنینگ ها میخواید وارد کنید استفاده کنید. این هم بحث جالبی برای اونه که سازه کار میکنن، یا اینکه فایل سازه ای از تکلا بوده گزارش شد دارید اینجا وارد میکنید، اوپنینگ ها رو بر اساس موقعیت ها میشناسه و بهتون نشون میده، یا همون کلش ها. خب منیج اوپنینگ رو میزنم مجددا. خب این لیست ما هست. به این وی که یادتون باشه ابریویشن گفتم چند دقیقه پیش، اینجاست. وی یعنی ventilation, electrical, hydronic plumbing. اینجا ببینید این موقعیت قرار داره. بعد میتونید شروع بزنید، بهتون نشون میده ببینید با چه جزئیاتی، به این شکل دیتایی که وجود داره x, y, z, dimension, phasing, visibility. 3D میخوای ببینید یا 3D الکتریکال میخواید ببینیم، خیلی جالبه، یا 3D پلامبینگ. من میگم 3D بکشید. خب این اوکی میزنم میبندم. برای قسمت دیگه هم همینطور میتونید ببینید بررسی کنید توی چه لیبلی قرار داره. حالا ما یک لیبل بیشتر نداشتیم. سایزش، بعد کامنت اگر دارید، پالس و حالا گزارش های دیگه. خب حالا ما نکته‌ای که وجود داره اوپن ریپورتس، حالا کاری با این نداریم، میتونید دیلیت کنید اوپنینگ ها رو اگر نخواستید. ریویژن هم همینطور. این مربوط به اوپنینگ میشه، یه لحظه من کنسل بزنم. ببینید شما اینجا این در واقع یه فامیلیه انتخاب که میکنید، اینجا شما فامیلیشو دارید. این فامیلی رو به خود مجیکت میشه دیگه، ریویژن 4 void v2. این یک فامیلیه که اینجا خود نرم افزار خود پلاگین ماجیکال استفاده کرده. دوباره برمیگردم. نکته که وجود داره این هستش که create opening اینجا فعال نیست. خب حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ این رو کنسل میزنیم، در اینجا کار رو متوقف میکنیم. یه لحظه من سیو کنم این رو. خب حالا میریم برمیگردیم داخل فایل معماری. خب اجازه بدید ادامه بحثمون رو برای قسمت بعدی.